سلام و درود به تمامی همراهان عزیز لذت داستان. من شهرزاد هستم و اینجا هر شب براتون یه داستان جذاب میخونم. امشب میخوام یه افسانه قدیمی اما جذاب را برای شما بخونم. افسانه انگشتر و 40 غلام کمر زرین بسته. قبل از شنیدن داستان جذاب فراموش نکنید ویدیو رو حتما لایک کنید. نظرتون رو برام کامنت کنید. و اگر میخواین از داستانهای جذاب کانال جا نمونید، فراموش نکنید زنگوله پیج رو هم روشن کنید. بریم تا با همین داستان جذاب رو بشنویم. زیر گنبد کبود، یکی بود و یکی نبود. او که برای خودش جوانی شده بود، روزی از مادر شغل پدرش را پرسید. جواب شنید، درویش بود. خانوادهش پشت در پشت درویش بودند، تا رسیده بود به پدر این جوان. که نامش ملک محمد بود. روزی دیگر ملک محمد از مادرش پرسید از پدرم یادگاری هم هست؟ مادر جواب داد کشکول تبرزین عبا همه در پستوی خانه اند. ملک محمد به پستوی خانه رفت. کشکول را آویز به میخ دیوار دید. آن را برداشت. انگشتری داخلش بود. انگشتر را که به انگشت کرد در چشم به هم زدنی 40 غلام کمر زرین بسته دست به سینه روبرویش ظاهر شدند. گفتند ای ملک محمد چه امری است؟ بگو تا انجام دهیم. ملک محمد که تا به حال چنین واقعه ای را ندیده بود ترسید. انگشتر را از انگشتش درآورد. 40 غلام ناپدید شدند. دوباره انگشتر را به دست کرد. 40 غلام حاضر شدند. باز هم ترسید و انگشتر را از انگشت در آورد. بار سوم انگشتر را به انگشت کرد. 40 غلام کمر زرین بسته دست به سینه حاضر شدند و گفتند ای ملک محمد چه امری است؟ بگو تا انجام دهیم. ملک محمد که بعد از سه بار ترسش ریخته بود گفت باشد هر چیز به موقعش. انگشتر را از انگشت در آورد و توی جیب گذاشت. نزد مادرش آمد. گفت دختر سلطان را برای من خواستگاری کن. مادر که زندگی فقیرانش را با کار کردن در خانه این و آن اداره می کرد گفت پسرم زندگی ما معلوم، پدرت معلوم، سلطان و دخترش هم معلوم. می خواهی سپاهیان سلطان مادرت را فلک کنند؟ ملک محمد گفت چیزی از خودم میبینم که توقع همسری با دختر سلطان را دارم. مادر ناچار چادر به سر روانه قصر سلطان شد. از صبح تا صلات ظهر دور و بر قصر قدم به قدم راه رفت. بعد به خانه برگشت. ملک محمد پرسید جواب چی هست؟ مادر که از قصد وقت گذرانده بود از روی مصلحت به او گفت باید بعد از ظهر مراجعه کند. بعد از ظهر تا غروب دور و بر قصر گردش کرد. غروب به خانه آمد. به پسرش گفت گفتند وقت ملاقات فرداست. فردا شد. صبح رفت و ظهر آمد. به ملک محمد گفت قرار برای بعد از ظهر شد. مادر به این شیوه میخواست ملک محمد را خسته کند تا از خواستش منصرف شود. اما ملک محمد دست بردار نبود. تا سه روز این رفت و آمد تکرار شد. بعد از ظهر روز سوم بود که سلطان از وزیرش پرسید سه روز است که پیرزنی را اینجا میبینم. صبح میآید تا ظهر، بعد از ظهر تا غروب. درخواست چیزی نمی کند. احضارش کن ببین چه میخواهد. مادر ملک محمد را نزد وزیر آوردند. از او پرسیده شد سه روزه دوروبر قصر گردش میکنیم. به چه مقصود؟ مادر گفت وزیر به سلامت باشد. زنی فقیر و بیچاره هستم. اما جوانی دارم که مرا مجبور کرده از دختر سلطان خواستگاری کنم. وزیر وقتی شرح حال را در میان گذاشت سلطان خشمگین شد. دستور داد پیر زن و پسرش به چهار میخ کشیده شوند. اما وزیر با زیرکی یادآور شد. قبله ی عالم، صلاح دیگری هم وجود دارد. شرطهای محال. برای هفت پشتشان گورشان را گم می کنند. سلطان راضی به صلاح وزیر شد.
پیرزن را خواست و به او گفت: پسرت هر وقت قصری ساخت که مرتبه ای از قصر من بلندتر، با خشتی طلا و خشتی نقره و لباسی تهیه کرد که نه دست خیاط دیده باشد و نه مقراض، سه طبق زر ناب اینجا آورد، دخترم را به او میدهم. مادر شرط های سلطان را به ملک محمد گفت. او هم پذیرفت که هر سه شرط را به جا آورد. شب شد، انگشتری را به انگشت کرد. 40 غلام کمر زرین بسته تعظیم کنان ظاهر شدند و گفتند: ای ملک محمد، چه امریست؟ بگو تا اجرا کنیم. ملک محمد گفت: قصری میخواهم یک مرتبه بلندتر از قصر سلطان، از خشت طلا و خشت نقره. لباسی تهیه کنید که نه دست خیاط دیده باشد نه مقراض، با سه طبق زر ناب. 7 غلام کمر زرین بسته گفتند: انگشتری را از انگشت در نیاور. تا صبح هر سه کار انجام شده است. خورشید دمید. سلطان از خواب بیدار شده بود که شعاعهای خیره کننده طلایی و نقره‌ای چشمانش را زد. به وزیرش گفت: برق طلا، برق نقره است. وزیر جواب داد: قبله عالم، تماشا کنید، قصری را که خواسته بودید درست روبروی پنجره شماست. مشغول گفت و شنود بودند که دربان در را گشود. 4 نفر طبق به سر وارد شدند. طبقها را پای تخت سلطان گذاشتند و دست به سینه ایستادند. وزیر پارچه سر طبقها را کنار زد. 1 طبق لباس و 3 طبق زر ناب حاضر بود. وزیر گفت: قبله عالم، اگر دخترت را به این شخص ندهی، به کی بدهی که بهتر از او باشد؟ سلطان قبول کرد. 7 شبانه روز جشن و چراغان عروسی بود. ملک محمد و دختر سلطان زن و شوهر شدند. حالا بشنوید. روزی ملک محمد در بازارچه طول سگ شکاری دید. طول سگ را به 1 سکه خرید. روز دیگر هم که به بازارچه رفته بود، گربه ای را برای فروش دید. گربه را هم به 1 سکه خرید. طول سگ شکاری و گربه در قصر برای خودشان گشت می زدند. در روزهای شکار ملک محمد همراهش بودند. در یکی از نوبه های شکار ملک محمد انگشتری را به زنش داد. سفارش کرد انگشتر را در لابلای گیسوانش پنهان کند. از این در قصر ملک محمد به شکار رفت و از آن در قصر زنش با ندیمه ها برای گردش به ساحل دریا رفتند. موجی پر خروش با شتاب در ساحل پخش شد. لنگه ای از کفش زرین زن ملک محمد را ربود. کفش زرین طعمه ماهی شد. از قضای روزگار صیادی این ماهی را صید و وقتی شکم ماهی را پاره کرد، لنگه کفش زرین را در شکم ماهی یافت. صیاد لنگه کفش زرین را پیش عتیق فروشی برد. عتیق فروش با دیدن تار و پود طلا، منجوق و آذین بسته کفش در دل گفت: کفش قیمتی مال کدام زن ثروتمندی است؟ کفش زرین را به کیسه درهمی خرید، به آشنا و غریبه سپرد. اگر صاحبش را پیدا کنند، انعامش 10 کیسه چرمی زر است. تا اینکه پیرزنی نزد عتیق فروش رفت، گفت: من این زن صاحب مال و جمال را پیدا می کنم، اما شرطی دارد. شرط چیست؟ من را به عقد خودت درآوری. عتیق فروش برای رسیدن به مرادش پیرزن را عقد کرد. فردایش بود که پیرزن چرخ و فلکی درست کرد. دست راستش را تکان می داد، چرخ و فلک مثل سنجاقکی پرپر زنان به آسمان می رفت. دست چپ را تکان می داد، به زمین می نشست. پیرزن دست راستش را تکان داد، چرخ و فلک تنوره کشان به آسمان رفت. پرنده وار آسمان را گشت و گشت، تا اینکه در حوالی ساحل دریا قصری را دید که درخششش مانند خورشید بود. با خود گفت: این قصر برازنده صاحب کفش زرین است. این بود که پیرزن دست چپش را تکان داد،
چرخ و فلک به زمین نشست. بعد با راه و بیراه رفتن به در قصر رسید. پیغام فرستاد که خدمتکاری آمده است. او را به حضور زن ملک محمد بردند. داشت می گفت خدمتکار تمیزکاری است. چشمش به پاهای بانوی قصر افتاد. یکی برهنه بود، یکی هم کفش زرین داشت. فهمید آن کس را که می جسته یافته است. القصه، پیرزن در قصر ملک محمد ماندنی شد. با زبان چرب و نرم ندیمه خاص زن ملک محمد شد. هنوز ملک محمد از شکار و شکارگاه بر نگشته بود. در فرصتی که سر زن ملک محمد را روی زانوانش گذاشته بود و مانند یک مادر بزرگ گیسوان او را ناز و نوازش می کرد، انگشتری را در لای گیسوان او دید. انگشتر را برداشت و به انگشت کرد. 40 غلام کمر زرین بسته در برابرش حاضر شدند و گفتند ای مادر، چه امری است؟ بگو تا ما اطاعت کنیم. راز انگشتر برای پیرزن آشکار شد. به 40 غلام کمر زرین بسته گفت من و این زن و قصر را آن سوی دریا پشت بازارچه عتیق فروش ها ببرید. 40 غلام کمر زرین بسته این کار را انجام دادند. ملک محمد که از شکار برگشته بود نه قصری دید، نه زن و زندگی، نه بنیان قصر و آثارش. انبوهی از خاکستر بود. از قصه توی خاکستر قلط زد. ساعتی گریه کرده بود که طول سگ شکاری و گربه در نزدیکیش نشستند. ملک محمد با بیزاری پرسید چی از جان من میخواهید؟ هر جایی که میخواهید بروید. چه میخواهید از من؟ گربه به سگ گفت ارباب از ناپدید شدن زن و قصرش ناراحت شد. باید کمکش کنیم. تو بو بر میداری، بو بکش. ببین زن ارباب و قصر به چه نشانی رفتند. من هم به دنبالت. طول سگ شکاری بو کشان این ور و آن ور راه افتاد. گربه هم پشت سرش. اینجا را آنجا را بویید. اینجا را آنجا را بویید. اینقدر رفتند و رفتند تا به ساحل دریا رسیدند. آب مانع رفتنشان شد. گربه به سگ گفت راه و رسم عبور از آب را می دانی. من نمی دانم. به آب بزن. مرا هم پشتت سوار کن. طول سگ شکاری دست و پا زنان، گربه هم سوار، راه آبی را در پیش گرفتند. رفتند و رفتند تا به ساحل آن سوی دریا رسیدند. طول سگ شکاری که خسته و درمانده شده بود به گربه گفت تا اینجا کاری که از من برمی آمد انجام دادم. حالا نوبت توست. برای این که مجلسی هستی، راه به هر خانه داری. اما من اگر پا به شهر بگذارم، سگهای شهر تکه تکم می کنند. من همینجا می مانم. گربه قبول کرد. داخل شهر شد. میو میو کنان از دیوار این خانه به دیوار آن خانه. از پشت بام اینجا به داخل قصر رفت. داخل قصر که شد زن ملک محمد را دید. مردی هم در گوشه‌ای در خواب عمیق خورناسه می کشید. زن ملک محمد گربه را شناخت. گربه به او فهماند که سگ هم آمده و لب دریاست، گرسنه است. زن ملک محمد قدری غذا در پارچه پیچید و به گردن گربه بست. گربه با غذا پیش طول سگ شکاری آمد و گفت زن ملک محمد را پیدا کردم. این غذا را بخور تا ببینم کار ما به کجا می کشد. گربه دوباره به قصر برگشت. منظورش را به زن ملک محمد فهماند که انگشتر کجاست. زن ملک محمد با اشاره به مرد خابیده گفت این که مرا اسیر خودش کرده انگشتر را از انگشتش در آورده بود. نگاهش می کرد و می بوید که عطسه ای زد. انگشتر پرید و رفت توی دماغش. الان هم خورناسش بلند است. گربه گفت بیرون آوردن انگشتر با من. معطل نکرد. به انبار این خانه، پشت بام آن خانه، به پستوی این مغازه رفت. موشی را به چنگول گرفت. به موش که جیغ و بیداد می کرد گفت تو را نمی خواهم اذیت کنم یا بخورم. حاجتی دارم.
موش پرسید چی هست؟ گربه گفت تو باید دومت را به سرکه 7 ساله بزنی، بعد توی دماغ آدم خابیدهی فرو کنی تا چه پیش آید، بعد هم آزادی. موش را رها کرد. جای خمره سرکه 7 ساله را می دانست. دومش را به سرکه 7 ساله مالید، برگشت و در حضور گربه نوک دم را به حفره دماغ عتیق فروش فرو برد. عتیق فروش سراسیمه از خواب پرید. از بوی تند سرکه پیاپی عطسه زد. سرانجام با عطسه پر صدایی انگشتر از دماغش بیرون پرید. گربه به جستی آن را گرفت. موش هم در رفت. گربه انگشتر به چنگول پیش طول سگ شکاری آمد. حالا موقع برگشتن بود که انگشتر را به ملک محمد تحویل دهند. دوباره گربه سوار سگ شد. سگ و گربه آمدند و آمدند. به این سوی ساحل رسیدند. بعد دوان دوان پیش ملک محمد آمدند. ملک محمد همچنان توی خاکسترها غلط می زد و از گریه بی حال شده بود. گربه کنار دستش رفت. طول سگ شکاری او را بویید. او با ناراحتی گفت بی صاحب مانده ها چه از جان من می خواهید؟ هر کجا می خواهید بروید؟ سرش را بلند کرد تا نگاهی به سگ و گربهش کند. گربه انگشتر را جلویش انداخت. ملک محمد با دیدن انگشتر چنان از جا پرید که گرد و غبار خاکسترها به هوا رفت. گربه را روی زانوی را سگ را روی زانوی دیگرش نشاند. ناز و نوازششان کرد. بعد انگشتر را به انگشتش کرد. 40 غلام کمر زرین بسته حاضر شدند. به غلام ها گفت چرا این کار را کردید؟ گفتند ای ملک محمد تقصیر ما نیست. انگشتر در انگشت هر کس باشد ما به اطاعتش انجام امر می کنیم. ملک محمد گفت زن و قصرم و کسانی که خون به دلم کردند اینجا حاضر کنید. گفتند انگشتر را از انگشتت در نیاور. ساعتی بعد بود قصر در جای اولش پیدا شد. زن ملک محمد پیر زن و عتیق فروش را هم آورده بودند. ملک محمد پیر زن و عتیق فروش را به سزای کارشان به دریا انداخت. بعد زندگی خوش ملک محمد با زنش و شادی سگ و گربه از نو آغاز شد. دل شما هم شاد باشد. داستان بعدی که میخوام براتون بخونم اسمش هست انوشیروان و خارکن پیر. روزی انوشیروان عادل در بیابان خارکش پیری را دید که جسم تیزی به پای برهنش فرو رفته و خون از آن جاری است. پیر لحظه ای بر زمین نشست. آن جسم را بیرون آورد. قدری خاک روی زخم پاشید و برخاست. دوباره به جمع کردن خار پرداخت. انوشیروان با آن مرد نزدیک شد و گفت ای مرد، اکنون پیر شده یا موقع استراحت تو می باشد. چرا این همه به خودت رنج می دهی؟ پیر خارکن سر بلند کرد. نگاهی به سلطان نمود و گفت من ناچارم که برای اداری زندگی 4 دختری که دارم روزها خار بکنم و از این راه 4 درهم پیدا کنم. 1 درهم و نیم آن را صرف خرید مایحتاج زندگی می کنم. 1 درهم و نیم آن را هم پنبه می خرم تا دخترانم برای خودشان نخ بریسند و پارچه ببافند و لباس درست کنند. 1 درهم باقی مانده را هم نان می خرم تا شکم خود و دخترانم را سیر کنم. هرگاه 1 روز به صحرا نیایم چرخ زندگیم لنگ است. انوشیروان از شنیدن سخنان پیرمرد دلش به حال او سوخت. انگشتری که در دست داشت به پیرمرد داد و گفت به فلان قلعه می روی. این انگشتری را به نگهبان قلعه نشان می دهی. آن مرد آن قلعه را با تمامی اموالی که در آن است به تو تحویل خواهد داد. از این به بعد تو صاحب آن قلعه خواهی بود. پیرمرد خارکن روز بعد به طرف قلعه روان شد. نگهبان قلعه به پیرمرد احترام بسیار کرد. گفت به فرمان ملک
از این ساعت این قلعه با آنچه که در او هست به تو تعلق دارد. بدین ترتیب پیرمرد از زحمت خارکنی خلاص شد، صاحب ثروت فراوان گردید. اتفاقا چند سال بعد انوشیروان گذارش به کنار قلعه‌ای که به پیرمرد خارکن بخشیده بود افتاد. اطراف قلعه را آباد و خرم دید. چون از صاحبان پرسید گفتند به مردی تعلق دارد که سلطان آن قلعه را چند سال پیش به او بخشیده. اینک بر اثر سعی و کوشش بسیار این ده مصفا را به وجود آورده است. ناگهان سلطان پیرمرد خارکن را به خاطر آورد. با خود گفت ببینم در چه حال است. وقتی مقابل قصر رسید ملاحظه کرد که غلامان متعددی جلوی در ایستادند. سلطان گفت از ارباب خودتان اجازه بگیرید که من می‌خواهم او را ملاقات کنم. گفتند امروز ارباب ما بیرون نمی آید، چون در میان باغ کنیزکان زیبا و رعنا انقدر گل بر بدنش زدند که اکنون خسته و کوفته در رخت خواب افتاده و قدرت حرکت ندارد. سلطان گفت از قول من به او بگویید که مهمان عزیزی از راه دور آمده، میخواهد تو را دیده و برگردد، بیش از چند دقیقه مزاحمت نخواهد شد. چون یکی از غلامان رفت و برگشت پیش افتاد، انوشیروان را به تالاری راه نمایی کرد که آن مرد درون بستر زربافتی خوابیده و کنیزکان در اطرافش ایستاده و او را باد می زند. خارکن سابق به محض دیدن سلطان از جای برخاست، سر به قدمش نهاد و اظهار کوچکی کرد. انوشیروان او را نوازش کرد و فرمود آن روز که تو را در صحرا دیدم از فرو رفتن آن جسم تیز به پای تو و جراحت حاصل از آن انقدر رنجور و ناراحت نشدی که امروز به واسطه ی ضربات چند دست گل که گل رخان بر بدنت زدند اینطور خسته و وامانده گشته ای. گفت قربانت گردم، مرد باید در مهنت و سختی صبور و بردبار باشد و در نعمت و راحت به فکر آسایش خیش. انوشیروان از این حاضر جوابی پیرمرد او را تحسین بسیار کرد و انعام فراوان داد. امیدوارم از شنیدن این افسانه های زیبا لذت برده باشید. روز و روزگار بر شما خوش.